لغو کنسرت سیروان خسروی در قزوین حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرده. این خواننده مطرح پاپ قرار بود روز دوشنبه یعنی 29 فروردین در سالن شهر قزوین روی صحنه برود. اما چند ساعت پیش از برگزاری کنسرت در پستی در اینستاگرام خود تصویر یک نامه را منتشر کرد و نوشت: متاسفم، کنسرت امروز قزوین لغو شد. دوستان عزیز قزوینی، به زودی در مورد نحوه بازگشت هزینه بلیط‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. در نامه‌ای که خسروی تصویرش را منتشر کرده بود، متنی با امضای مصطفی عبادی، رئیس انجمن موسیقی استان قزوین نوشته شده که در آن از لغو کنسرت به رغم دریافت همه مجوزها به دستور مستقیم ریاست عقیدتی و سیاسی ارتش قزوین خبر داده است. این نامه در تاریخ 17 تیر ماه از سوی انجمن موسیقی به علی مجلسی، مدیر برنامه‌های خسروی، نوشته و ارسال شده. سالن 29 فروردین شهر قزوین متعلق به ارتش این استان است. پس از انتشار این پست اینستاگرامی و شکل‌گیری حواشی متعدد درباره علت لغو کنسرت، ارتش قزوین موضع‌گیری و علت لغو کنسرت را عدم اخذ مجوزهای لازم اعلام کرد. حجت الاسلام کربلایی، رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی قزوین، درباره عدم اخذ مجوزهای لازم توضیح داد: اسپانسر برگزار کننده کنسرت سیروان خسروی هیچ قراردادی با لشکر 16 برای واگذاری سالن نداشته. او همچنین درباره تذکرهای پیشین به برگزار کننده کنسرت گفت: روز سه‌شنبه هفته قبل یعنی 11 تیر ماه نیز موضوع یاد شده از طریق لشکر 16 زرهی مجدداً به اسپانسر کنسرت یادآوری شده بود و اعلام شده بود که با توجه به عدم ارائه مجوزهای لازم امکان واگذاری سالن میسر نیست. این مسئول با تکذیب هر گونه شایعه درباره مخالفت ارتش با برگزاری کنسرت اعلام کرد: طی روزهای اخیر برگزاری کنسرت بهنام بانی از خوانندگان معروف کشور در این سالن نشان دهنده این است که ما مخالفتی با اصل برگزاری کنسرت نداشته ایم. با وجود این اظهار نظرها، ناهمخوانی توضیحات مسئول عقیدتی سیاسی لشکر 16 زرهی قزوین و نامه رئیس انجمن موسیقی قزوین درباره دریافت مجوزها عجیب است. همچنان که گفته شد، رئیس انجمن موسیقی در نامه خود به مدیر برنامه‌های خسروی بر دریافت همه مجوزها تاکید داشته و در مقابل ارتش قزوین دلیل لغو را عدم دریافت مجوز بیان کرده. با این همه به نظر می رسد منظور حجت الاسلام کربلایی از مجوز قرارداد اجاره سالن میان ارتش قزوین و اسپانسر کنسرت باشد، نه الزاماً مجوزهای مربوط به برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد یا نیروی انتظامی. حجت الاسلام کربلایی، رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر 16 زرهی قزوین گفت: اسپانسر برگزار کننده کنسرت سیروان خسروی هیچ قراردادی با لشکر 16 برای واگذاری سالن نداشته است. او ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های اسپانسر برگزار کننده کنسرت از طریق بازرسی لشکر 16 زرهی به آقای سیروان خسروی اعلام شد برگزاری کنسرت وابسته به اخذ مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. وی افسود: علاوه بر این، روز سه‌شنبه 11 تیر ماه نیز موضوع یاد شده از طریق لشکر 16 زرهی مجدداً به اسپانسر کنسرت یادآوری شد که با توجه به عدم ارائه مجوزهای لازم امکان واگذاری سالن میسر نمی‌باشد. برخی از رسانه‌ها دلیل لغو کنسرت امشب سیروان خسروی، خواننده پاپ در سالن 29 فروردین ارتش در قزوین را مخالفت عقیدتی سیاسی ارتش عنوان کرده بودند. خسروی در صفحه شخصی خود اعلام کرده که به زودی پول بلیط‌های فروخته شده به مردم باز خواهد گشت. سیروان خسروی، زاده 4 مرداد 1361، خواننده سبک پاپ، تنظیم کننده، آهنگساز، صدابردار و ناظر ضبط ایرانی است. وی همچنین برادر بزرگتر زانیار خسروی از خوانندگان سبک پاپ است.
از سن 11 سالگی به مدت 4 سال به آموزش موسیقی و کیبورد پرداخت. او از همان دوران نوجوانی با دیدن کارتون لاین کینگ یا شیرشاه به موسیقی علاقه‌مند شد. وی در 16 سالگی زیر نظر کاوه یغمایی با اصول نوازندگی کیبورد و سبک راک آشنا شد. او مدتی بعد به همراه 4 نفر از دوستان خود یک گروه راک زیرزمینی را تشکیل داد که در آن به اجرای قطعات گروه های مطرح راک نظیر دایر استیرز، پینک فلوید و پلیس و غیره می پرداختند. او پس از 1 سال همکاری در گروه از آنها جدا شد. سیروان همراه گروه کاوه یغمایی در 2 کنسرت سالهای 79 و 80 در آن حضور داشت که این تنها اجراهای سیروان به عنوان نوازنده بر روی صحنه بوده. مهمترین عامل در وارد شدن سیروان به عرصه موسیقی حضور و آشنا شدن وی با مراحل ضبط آلبوم مترسک کاوه یغمایی بوده. آلبوم مترسک محرک اصلی سیروان برای شروع آهنگسازی و بیان ایده ها و افکار موسیقیش بود. سیروان از سال 1379 در آلبوم های بسیاری از خوانندگان به عنوان صدا بردار، ناظر ضبط، تنظیم کننده و آهنگساز حضور داشت تا اینکه پس از آشنایی با امید عطری‌نژاد در سال 1380 مراحل تهیه اولین آلبوم شخصی خود با نام تو خیال کردی بری را شروع کرد و پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 84 موفق به انتشار آن شد. با اینکه آلبوم تو خیال کردی بری فروش چشمگیری نداشت، اما سیروان از اینکه توانسته بود سبک مورد علاقه اش را که تحولی در آهنگسازی، تنظیم، اجرا و میکس بود به گوش مردم برساند، راضی و خوشحال بود. با وجود عقیده اکثریت موزیسین ها که در موسیقی ایران برای سبک وی شانسی قائل نبودند، با انگیزه بیشتر توانست به جایگاهی برسد که در حال حاضر اکثریت او را به عنوان بهترین تنظیم کننده ایرانی و یکی از محبوب ترین خوانندگان می شناسند که کارهایش معمولاً با استقبال عمومی روبرو می شود. او در تابستان 89 در فیلم سوت پایان نیکی کریمی در حضوری کوتاه در نقش خود ظاهر شد. سیروان مراحل ساخت دومین آلبوم خود را با نام ساعت 9 از سال 84 آغاز کرد و بعد از 4 سال آن را در اردیبهشت ماه 88 منتشر کرد. در اسفند ماه 88 سیروان خسروی برای اولین بار کنسرت خود را برگزار کرد که با استقبال فوق‌العاده طرفدارانش مواجه شد. در سال 90 وی با خواندن و تنظیم و آهنگسازی تیتراژ و موسیقی متن سریال ساختمان پزشکان سروش صحت در بین عامه مردم شناخته تر شد. او از سال 88 تا کنون درگیر کارهای نهایی آلبوم جدیدش با نام جاده رویاهاست و هوادارانش بی‌صبرانه منتظر آلبوم جدیدش هستند. در سال 89 خواننده و آهنگساز مطرح ایرانی سیاوش قمیشی از سیروان به عنوان بهترین موزیسین ایرانی نام برد. او در حال حاضر درگیر تولید آلبوم و آهنگهایی برای هنرمندانی نظیر شهاب رمضان، احسان خواجه امیری، محمد رضا فروتن و دیگر هنرمندان ایرانی می باشد.